آیا با شما تماسی گرفته شد؟ ورود نکن، خیلی تو این حوزه حرف نزن. از جاهای مختلف با بنده تماس گرفتن، با خودروی ملی که بیشتر شبیه نکبت ملی هست تا صنعت ملی. کسی هم جرأت برخورد با اینها نداره. چرا؟ قبلشون میدون دادیم، خودمون الان میترسیم در مورد اینها صحبت کنیم. واردات خودرو به شرط صادرات خودرو، این اتفاق واردات خودرو با این شرط و شروطی که گذاشته میشه یعنی انجام نشود. چه کاری شد بعد از تذکر رهبری؟ هیچ اتفاقی نیفتاد. هیچ اتفاقی نیفتاد. یواشکی اسم یه سری افراد رو میبردن. ما تو هر دولت اینها رو میبینه. اصلا سوال برای خود شما پیش نمیاد. کسی نمیتونه اصلا به اینا بگه بالای چش دبرو اردوگاهی هست که به نظر من دارن خیانت به مردم میکنن. این مقوله به نام خودروی ملی در کشور ما وجود نداره. بگار مثلا این خونه خالشون هست، این سفره‌ای که پهن شده مال پدرانشون هست، چون بسیار بزرگتر از وزیر کنونی آوردن، هیچ کاری نتونسته بکنه. گفتن چقدر خوبه بریم ببینیم خودروهاشون چه هست، سوار چی میشن، هم خودشون هم خانواده‌هاشون. بعد یک تشر هم، یعنی ما اجازه نداریم به اینها بزنیم. خیلی از نخبگان رو همین مافیای خودروساز از ایران فراری داده. این کسانی که میفرمایید مشخصن؟ بله، یه چیزی که واضحه اینه، میگم که اگر ما واردات رو آزاد بکنیم ضربه میزنیم به تولید ملی. اصلا اگه مردم این تولید ملی رو نخوان چیه تکلیف؟ مردم نمیخوان واقعا. خواهشن هم با اسم مستعار کسی رو مطرح نکنیم. واقعا دفاع از جون مردم در این حوزه خودروسازی یک دفاع مقدسه. آیا بعد از حالا نوت‌هایی که در صحن علنی مجلس داشتید و مواضع صریح و شفافی که در مورد خودروسازان داشتید، آیا با شما تماسی گرفته شد؟ ورود نکن، خیلی تو این حوزه حرف نزن. از جاهای مختلف با بنده تماس گرفتن دوستانه که خب این یک مافیای بزرگ پشت این قضیه هست، شما مثلا از جونت سیر شدید، نه اینکه از من الان بگم که از طرف خودروسازان. بالاخره دوستانی بودن که در مواقع مختلفی ورود کرده بودن، دچار مشکل شده بودن. گفتن که خب نمیشه با اینها مقابله کرد. که بوده در بین نمایندگان که راجع به خودروسازی در یک دوره‌ای صحبت کرده و دور بعدش نماینده نشده داشتیم. من نمیدونم، این رو من مطالعه نکردم تو این زمینه، ولی مسئولینی بودن که برکنار شدن. از دکتر یه سوال. بله. این که میگن خود قطعه سازان و خودروسازان یکی هستن، بعضن مدیرانشون و توی هیئت مدیره هاشون بالاخره بله، من خدمت یکی هستن، درسته؟ بله، تعارض منافع خیلی جاها اینها باعث شده که پدر این مملکت رو در بیارن. پشت صحنه با هم بودن و تقسیم متا به اصطلاح اون قنایم کردن با هم دیگه، همه اینها مؤثر هستن در این که الان کسی نمیتونه اصلا به اینا بگه بالای چش دبرو. مسئولین بی مسئولیتی که تعدادشون هم زیاد نیست، در این دوران یک فضایی براشون ایجاد شده، رفتن پشت این افراد بی کفایت قرار گرفتن و کسی هم جرأت برخورد با اینها نداره.